خب اولا که مزال تو نتانیاهو در مرتبه انتخاب شد حالا بیشتر از اون انتخابات این که نتانیاهو انتخاب شد که چیزهای مذهبی هیچ وقت تو تاریخ اینقدر ممبر نداشتن چیزهای خریدی 16 بار آره سنده پسر من میگه دعا کن زرمن تیزه بگه دعا کن مذهبی پرندش همش دعا کن با شدن دیگه یس یس سابقه نداشت یعنی حزب خب مذهبی ها بلک هت خیلی چیز شدن مذهبی هایی که یه خود مادرن ترن تازه شده پایین ولی یشیبایی ها اینا من که رفتم اسرائیل 4 تا به سرست خریدی تو کنسه الان دیروز شده 16 بار از تازه گفتن 60 اصلا داخل نخواهد شد 8 براخه گرفتن 8 براخه 60 گرفته 8 براخه هم اشکنازی هم سفاردی ها It's good, it's very good news برو خواهد شد نه این چیز شد اومدن یه چند ماه پیش یه حزب جدید این بنی گنتس چند تا از این رامتکالا چیف آف استاف سه تا رامتکال یعنی کسایی که چی بهش میگن به فارسی چیف آف استاف سرلشکر چیز نظامی بود جنرال بزرگترین آره اینا اومدن یه با هم دیگه چیز کردن بر علیه نتانیاهو و اینا تو تمام پولا و اینا خیلی هم دبرلینگ مثلا اینا وقتی اینا اسپرال بروشتن کخول لبان کخول لبان بلو ان وایت اینا اولش که به سر با هم دیگه چیز کردن این لپید من از همه از بیشتر از اون یه لپید من متنفرم یا این لپید این پدرش هم پدرش بدتر از پسرش بود پدرش تومی لپید بود اسمش اینم مخالف هر جور داد و هر امنا و ببینید این تومی لپید He was a Holocaust survivor. Harav had Tommy Lapid. پدره الان پسر اون علام رفت. مریض شد علام. پسرش یائیر لپید. یائیر لپید تو جزء این گروهی بود که به صرف خلوان که میخواستن مطمئن. من دیشب اینا اول فکر کردن که برنده شدن. اینا مادن اتفاقا چیزم کرد. همین بنی گنتس اومد چیز کرد و یه جشن گرفت فقط چیز جالبه هو پاتخ به برکت کوهنیم بنی گنتس که من گوش کردم یه بار خشم ایشمره خواف فلان گفت که موفق شدیم که بعد از اینقدر سال نتانیاهو برکنارش بکنیم ولی جوجه را آخر پاییز البته چیز مذهبی ها گفته بودن که به هیچ وجه با اینا ائتلاف نمی کنن یعنی اصلا این چیزی که حقابش برخوی نوین مذهبی ها رو توی موقعیتی قرار دادی که کسی بدون مذهبی ها نمیتونه دولت تشکیل بده ماش بکر بعد اینا گفته بودن ما با شما نمیشیم بخاطر لپید چون لپید این مخالفه مثل پدرش مخالف دین اولد وی یه باید همه یشیبا بچهش بره همشه ببرن سربازی نمیدونم یشیبا رو ببندن ایز اینا بعد راستاستون تعریف کردم چند سال پیش روز وقتی تومی لپید زنده بود یه دفعه عرب میر لاو این رامشی اسرائیل رامشی اشکنازی بود الان پسرش رامشی بعد اینا با همدیگه تو کنست یه چیز داشتن با هم دیگه مباحثه داشتن نه هرام لابه این تومی لپید میگه ببین ما دو تای من هولوکاست رو بایی بریم من رابراشی اسرائیل هستم تو مخالف دات و دین و همه چیز هست میگه ببین اینجایی که ما الان نشستیم تو کنست اینجای دهکده عربی بوده ما به چه حقی اومدیم اینجا این از عربا گرفتیم تنها حقی که ما داریم از تورا اگه جدا اگه تورا نباشه من رو تو اینجا چیکار میکنیم
بهش میگه که بهش میگه عرب لاو به تومی لپید میگه حتی بن گوریون 1900 و چند بود؟ 20 22 اینطورا بن گوریون چون اسرائیل بود، رهبر اسرائیل بود، وقتی انگلیسی آمدن گفتن بین دعواس اینجا بین اسرائیل و عربا که اینجا مال کیه؟ یه چیز بود وعدت پیل پیل کمیدی، یک جنرال چیز انگلیسی اومد ببین این حرف دعواشون سر چیه؟ میاد نماینده اسرائیل رو میاره، بن گوریون نمیاره، نماینده عربا هم میاره، مفتی نمیدونم فلان میگه خب تو حرف بزن، مفتی میگه اینجا مال ماست. میگه شما از کجا؟ شما از اروپا اومدین اینجا چی؟ اینجا مال ماست؟ اینو نگاه کن همه اینجا اینو. سو پیل این انگلیسیه به چیز میگه به بن گوریون جوابشو بده. بن گوریون میگه که نه، میگه تورا گفته که خداوند اینجا رو داده به ما، از شما گرفته داده به ما. بعد این بهش میگه ولی اینو ببینید، پیل به بن گوریون میگه تو آدم مذهبی نیستی. میگه من نیستم ولی اسرائیل هستم. اینه کلمات، اینه میدونی چیزه، تو گوگل بزنی دمید، it's in the archives, this is the official archives. آرشیو چیز گفتنی بهش میگه، میگه ولی تو دارم گفت تو اصلا خود نه دات و دین نداری، چی هم از تو را میزنی؟ انگلیسیه به بن گوریون میگه من منو ول کن که اسرائیل ای چون 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 نه حرف حقه جدن اگه تو را نبود ما تو تیلی با هم میمونیم. ها رو چه سندی میرفتن اگه تو را نبود؟ That's right. جدن اگر تو را نباشه اینا حق دارن، ما دزدیم. ولی تو تیلی بگه میگه کوخ معصا بگید لا 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 نمیشه. تو تهیدیم صریحا میگه، میگه عقدش برو خوب قدرت خودش رو نشون داده وقتی میاد اینجا رو از اینا گرفته داده به ما هشم بده به ما یا پرابلمز بن گوریون چیزم بگینم خدا بیامرد بن گوریون امونا نداشت ولی بگین داشت، نتانیاهو هم داره، حالا برو خشم این بنیگنس هم داره. این مواد هفته از شما من برکت کنیم چیز کردی شب هرچند فکر کرده، ولی منظور جدن اگه تو را نباشه ما هیچ حقی نداریم روی سرزمین. بگینم رفت تو سازمان ملل، من تو آمریکا بودم وقتی بگین اومد 1977 بود 78 بود رفت یونایتد نیشنز، وقتی یونایتد نیشنز چیز کرده بگید زاینیزم ایکوالز ریسیزم، زاینیزم ایتس ریسیزم چیز اومد خدا بیامدش بگین رفت اونجا یه تورا برد اونجا بالای پودیوم تو نیویورک گفت Ladies and gentlemen, the right that we have on this land is from this book. به جز این نیست. و اینجا دن این کیوششم این الان اتفاقات که میفته این جدن عقابش برخو داره قدرت خودشو به دنیا نشون میده. هشم داره قدرت خودشو به دنیا نشون میده که ببینید من به اینا پرامیس کردم، اینا رو برشون میگردونم. ببینید من تو تورا نوشتم. یکی از بزرگترین دلایلی که تورا میدونید یکی از بزرگترین دلایلی که تورا رو خداوند فقط میتونه نوشته باشه اینه. ببینید تورا کی داده شده به ما؟ 3331 سال پیش، سال 2448 درسته؟ 2448 تا 5779 3331 سال پیش تشم تورا رو مانده. و تورا میدونیم هیچ تغییری انقدر استرالال همه جای دنیا یک کلمه این ورانور نشد تورا اینا. حالا این کتاب که همه قبول دارن 3331 سال پیش داده شده، ما یه نفر اینجا نوشته تو این کتابه، من به شما قول میدم که وقتی شما رفتین گالوت شما خطا میکنین میرین گالوت، من به شما قول میدم به هارس تیشام. یعنی چی؟ یعنی سرزمینه ویرانه خواهد بود تا شما برگردید. این تو تورا نوشته اینه. کی میتونه همچی حرفی بزنه؟ اگه هشم نوشته اینا یه آدم نوشته خاص میخواد کی؟ مشرب بنون همچی حرفی میتونه بزنه؟ How do you know what's gonna happen؟ همیشه دنیا سر این سرزمین دعوا بود. هر کی اومد هیچ کی موفق نشد. از اول آشوریا اومدن، بعدش ایرانیا اومدن، بیزانتیا اومدن، رومیا اومدن،
ترک ها آمدن، عربا آمدن، هر کی اومد نتونست اینجا را آباد بود. تا الان نگاه کنین، الان اسرائیل بهشت برین دنیاست. اسرائیل بهشت برین دنیاست، اسرائیل به همه جای دنیا اچوری همه چی صادر. ببین کی میتونه اینا کی میتونه بدونه امونا نداشته باشه که تورا رقابش با کل داده. اگر چه انسان میتونه همه چیزی بنیست؟ و این جدن این الان این دوشاشمه، این دوشاشمه. ببین الان عزت چیزی که وقتی ترامپ همه نه فقط بسه نتانیاهو، وقتی شیمون پرس که اولام رفت تمام سران دنیا آمدن بسه چیزش پادون رو چیده انگلیس و امریکا و روسیه everybody. کجا همچه از سابقه داشته که قوم اسرائیل میره همچه عزت و جلالی داشته باشه، کابودی داشته باشه؟ This is این آدم بعد اینه کوخ معصا بگید لعمال اتا دلم نخلط کنیم. آقا بوش برو خوب کوخ معصاب، یعنی قدرت خودش رو نشون میده. وقتی اینا ارتس اسرائیل قد موفقه، این چیه؟ هشم قیدوش هشمه. قیدوش هشم، اسم هشم تو دنیا تقدیس میشه. ببینید واو، کی میتونست همچین پرامیسی بده؟ اصلا سابقه نداره همچین چیزی. یک ملتی میدونی از سرزمینشون رونده بشن، برگردن، بسازن، اصلا همچین سابقه نداره تو تاریخ بشر سابقه نداره. ولی دیدید کوخ محسا بگید لعمو لحطت لهم نخلت گوییم. آره نخلت اینا بوده قبل از که ما بیایم اونجا. برشید هم اولش نه دیگه، برشید برای میکنه شما هم گفته آرز اونجا هم اما را بیز خواه. این همه بعدی رشیه رو بخونن، اولین رشیه رو تورا برشید میگه اما را بیز خواه. چه عجب خداوند تورا را با برشید شروع کرده. اگر تورا یه تورا میشه هوراء، هوراء میشه قانون، کتاب قانونه. اگه کتاب قانونه چرا اصلا تاریخ میگه شروع کن از اولی میتوا بده میتوا مثل شوخان روح؟ چه عجب در اولین پسوق توراست رشی میاره اما را بیت سا میگه چرا قدوش پرو خوب تورا رو با برشید با رای لوکی میتشم همیتارس با این آغاز کرده که خداوند در ابتدا زمین آسمان آفرید. اگر تورا میشه هوراء میشه قانون، کتاب قانون شروع کنه از قانونا، خوب چیکار کنه از خودش از بخم. اولین قانونی که هاشم به اسرائیل داد تو مصر بودن، قانون تقویم رو بهشون داد. یعنی قبلش ما چیز داریم، مثلا تو به آدم هاشون پیریابری بیا رو داد، بعدش میسای میلا داریم، دیدنشه داریم تو برشید. ولی به عنوان قوم اولین چیزی که میگه خودش از بخم حقادش بخواه مشرابه رو احران مشرابه رو بردشون نشون داد ماه اینجوری ماه جدیدی چی میکنه، روش خودش اینجوریه، تقویم اینجوریه، از اونجا خود شروع بکنه، از میتفق چه جمع شده برشید برای رکیم ربیتسا میگه بگیم گوش اینه این اصلا میگه بگیم ببین چون در آتیه منظورش آتیه الان ملل دنیا میان به اسرائیل میگن شما دزدین، هیچ وقت نه گفته بودن، هیچ وقت سابقه نداشته. در اینجا ما صحبت ادورز میگه در آتیه یه روزی خواهد اومد که ملل دنیا میان به اسرائیل شما دزدین، چرا از ما دزدین؟ عربا اینا میگن دیگه. جوابشون چیه؟ میگیم برشید برای لوکی به تشمن به تارت، دنیا رو کی ساخته عقابش برو خوب و خودش تصمیم گرفته اول داده بوده به شما، شما گرفته داده به ما. اولین رشی رو اولین پسوق تورایی برای جمعه کی صحبت میکنه؟ میگه ربی ایسا میگه در آتیه، این آتیه الان هیچ وقت این سابقه نداشته، سابقه نداشته که گوی ما بیان به ما بگن. خب ما هم تو وقتی ما بودیم که بودیم بچه ما گالوت بودیم، حالا که برگشتیم اینا چی میگن؟ میگن شما دزدین بی دی ایس فلان همه حرفشون چیه؟ میگه این سرزمین ماست، این هم دارن نقام هم میخورن که اول ترامپ رو ما چیز کرد و ترامپ اومد سفارت رو برد یروشلایم و حالا پروریم هم که گلان هم بهمون گیفت داد قبول کرد که گلان هم مال اسرائیله. حالا نتانیاهو چیزش میکنه که یهودا و شمرون هم کم کم اونم جزو اسرائیل بشه. صد در it's gonna happen. این اشاره که ترامپ اونم چهار سال دیگه بگیره. ولی منظور اینه همش این گلوششه، بعد از هزاران سال این چیزی که از این ملل دنیا همینه، این مثلا ترامپ همینه چی میگم؟ یه اینو this is it، اینو دو میگم پرامیسی که خداوند به اینا چیزی بوده برایشون گردونده.
برش رو گردونده. هشم هشم برگرده. کی برگرده؟ مقبض صدقه ما اسرائیل. Anyway, so we could go on and on, but it's Baruch Hashem, it's very beautiful. In انتخابات, I was worried. به خاطر چی؟ به خاطر همین این حزبی که اینا ائتلاف کردن بر علیه نتانیاهو. میدونین چیز داره؟ He has امونا داره. He has چمایم داره. اینا نداره. بخصوص این لپید. لپید سونه داد. بعد سونه داد. باروخ هشم, باروخ هشم که الان چیز خوندم گفته که ما که باب نمیکنیم. ما انقدر تو اپوزیشن انقدر میزنیم تو سر نتانیاهو تا دوره بعدی که انتخاب بشیم. به دلشون بمونه. نه نمی, it's not gonna happen. ببینید الان دست راستی ها تو اسرائیل داره بیشتر چیز میشن. مذهبی ها اصلا عجیب نیست. الان میدونین اینا انقدر شدی. الان سابقه نداشته. 16 تا. الان اولا شاید بیشتر از 30 خورده از امکه ها شما شبات هم. ولی این سابقه نداشته. چرا؟ چون از یه طرف میدونید مذهبی ها باروخ هشم زاد و ولد زیاد میکنن. هر کدومشون ماشاءالله انقدر بچه دارن. کم کم اینا هم از این میترسن. اینا میترسن. من دیدم این چیز میگه با ویلا سالا یه باید کنیست چیز میشه دیگه زنها رو دیگه همه بیرون میکنن و دیگه اصلا باید مخیطا بذارن و اینجا دارید طالبان دارن میان آیت الله دارن میان که کنیست هم میگیرن. اینا ترسشون از اینه. و هیچ باید نیست بعضی شو باشن برن. چون جدن کسی که امونا نداره به رسیسیون باید بیزنس رو یفتو بیده. اگر نه دوزده کسی که اعتقاد نداره که جدن ما رسیسیون از تو رو داریم عربا راست میگن. حرفی که رو به الله به کی زد به پدر همی یا لپید تو می لپید. سو باروخ هشم, باروخ هشم ایشالله که همینطور کم کم یه چیز دیگه که I hope it's gonna happen. نمیدونم شما اسرائیلی پالیتیک چیز میکنین. بعضی از احزاب میگن چیز کنیم لازم نیست که ما چرا ما باید رفتن سربازی اجباریش بکنیم. بذاریم مثل آمریکا. آمریکا میدونین اجباری نیست. هر کس تصمیم دلش بخواد میره سربازی. تو سلام این کاری بکنیم. اگه این کاری بکنن دیگه بدین با یشوه یه نمیتونه هیچ چیز بکنن. Why not? اینه they don't need. اینه ببینه الان اسرائیل چی؟ یک نیروی هوایی قوی لازم داره با کماندو اینا که بتونن با این خرابکارا به جنگ. این مثل بینه سال 67 نیست که نمیدونم با مصر جنگ داشت و با اردن و با همشون جنگ داشت. They don't need. اینقدر سرباز لازم ندارن. They don't. چرا مثل آمریکا بکنن؟ والنتیر بکنن و دیگه با بچهش بچه. اینا. اصلا باید یکی از عللی که ببینین اتفاقا دیشب شعور داشتیم یکی از علل چرا اصلا این سیار رفتن گالوت مصر چه عجب این سیار رفتن گالوت مصر دیشب اتفاقا شعور خیلی جالبی تو گمارا علت میده یه میدراش میگه تو گمارا میگه که الان یادتون باشه که میدراش همشو بهتون بگم ولی تو گمارا مسخ میداس بکنم میگه چرا هشم سیار رو فرستاد به گالوت مصر چند تا علت میگه یک علت علتش اینه که میگه که چون ابراهیمو اموناش ضعیف بود وقتی هشم بهش گفت که من ارث سیار رو میدم گفت بمیده کی را شنو از کجا من بدونم اموناش ضعیف بود رفتن مصر اموناشون چی شد؟ به حد اکثر رسید البته 80% تصفیه شدن 80% از بس بیرون نیومدن ولی اون 20% که اومدن امونایی که نداشتن چی بود؟ با چشم بسته رفتن دوبال هشم به ار اینا چی میگه تو نفی میگه کامر هشم زخر تیلخ خسد نمورای این درن بزنم باید زخر تیلخ خسد نمورای احوت نمورتای لختخ اخرای بمیدبار به ارث رو زروه این تو ناویه چی میگه؟ And really this is one of if the main message of Pesach this is what I'm sharing with you the main message of Pesach چی میگه خداوند؟ میگه زاخر تیلا خسد نورایخ من همیشه به یاد خواهم داشت به قوم اسرائیل میگرشم خسد نورایخ
اون احسانی که به من کردی وقتی جوونیت. لختخ اخرای بمیدبار به ارس روز روح. که شما اسرائیلات اموناتون رو به من نشون دادید. وقتی قوم اسرائیل نورخ چه وقتی قوم اسرائیل تشکیل میشد، شما اسرائیلات نشون دادید چه امونای کورکورانی به من دارید که اصلا حتی وقت نداشتید که چکار کنید که نون درست بکنید. همینجوری زود یه مسای درست کردید و دنبال من رفتید به ارث روز روح. کجا؟ تو سرزمینی که بیابون خدا چند میلیون آدم، بچه شیرخواره، بچه کوچیک، کجا داری میری؟ تو بیابونی که بیاب و علف هیچ جونجا نیست. هیچ جونجا نبود بیابون. چی بوده؟ امونا داشتن. پس این نتیجه‌ای که هاشم میخواست گرفته شد. رفتن وقتی رفتن، چرا رفتن مصر؟ چون ابرامووینو یکیش اینا ایده چیزی هم بود که ابرام چیکار کرد؟ ابرامووینو گفت بمه ده از کجا من بدونم که سرزمین به من میگه؟ من دارم بهت میگم هاشم داری میگه، تو من امونا نداری؟ میرن رفتن مصر، از مصر که خارج شدن لختخ اخرای بمیدبار به ارث یوزرو. اصلا هیچی لبیک گویان بهت گفتم زود از مصر برو بیرون. چند میلیون دست زن و بچه تو گرفتی، بچه شیرخواره، بچه شیرخواره شیر میخواد، غذا میخواد، زن، کجا؟ امونا، امونا. پس این رفتن مصر این نتیجه رو حاصل کرد، امونا شد. یه عقیده دیگه میگه اینو باید دودن سران اسرائیل رو گوش کنن. یه عقیده میگه که چرا عقبش باخو ابرامو پانیشش کرد که بچه هاش برن به مصر؟ میگه چون وقتی که ابرامووینو میخواست بره به جنگ، وقتی که لوط سر برادرش به اسارت گرفته شد چیکار کرد؟ نوشته اومد ابرامووینو لشکرکشی کرد و یارقت خنیخاب. چیکار کرد؟ تو گمارا میگه یشیوا داشت، ابرامووینو یشیوا خداپرستی یاد میداد. گفت نه، کتابا رو ببندیم، باید بریم جنگ. اشتباه کرد. خوب نبود بچه یشیوایی ها را از یشیوا خارج بکنه که برن به جنگ. نه، توکل کن به عبادوش برو، تنها هم میتونستی بری به جنگ. اشتباهش بود که اومد یشیوا را بس. چون این کمبود اموناست، اموناست اینا. واسه این رایت دو مرتبه تو مصر میبینیم که اسرائیل بدون هیچ چیزی رفتن به جنگ. یعنی اصلا همه جنگ دیدن که جنگ را هشم واسه شون میکنه. هشم لخم لخم و اتن تخریشون سر قریت یمسوف و اینا. هشم واسه مشاوره میشون چی گفت؟ هشم لخم لخم و اتن تخریشون. شما فقط بعضی میگن تو تفیلا حرف نزنید، تخریشون سکوت کنید، عقادش بارخو واسه تون میجنگ. حالا اینا رفتن به مصر به خاطر این. یه علت دیگه که من نمیدونستم دیشب توی میدراش شیر کردن ایتس بیوتیفول که میگه که چه عجب عقادش بارخو سیاره برد به مصر. میگه اگه نگاه بکنیم قبل از اون که من برم به مصر چجوری رفتن مصر؟ جریان یوسف بود. یوسف اومد به پدرش چی گفت؟ لاشون را رکی به یوسف پدرش گفت. گفت این پسرها، این برادرهای من رو میبینی؟ اینا با همدیگه رابطهشون خوب نیست. دوازده شباتیم هشت براخاشون دخترهای پسرهای راخل و لئا بودن. روون، شمعون، لوی، یهودا، یساخار، زبولون، اینا شش براخا باید پسرهای لئا بودن. لئا گویرا بود. دو براخا هم مال راخل بودن، یوسف و بنیامین. اون چهار براخا دیگه گاد، نفتالی، آشر و اینا چی؟ اینا بچه های شفاخوت بودن. شفاخوت بودن. شفاخوت یعنی کنیزها. با داستان آشنا هستیم. یعقوب بنی میخواست فقط با راخل ازدواج کنه. ولی آبونکاری چهار تا زن داشتن. اون فقط میخواست با راخل ازدواج کنه. رفت هفت سال کار کرد، اومد به جای راخل لئا را فرستاد. هفت روز بعدش هم لئا را بهش داد. خواهرها را قبل از ماتن تورا بود. هفت سال دیگه کار کرد. بعدش چیه بشون به هر کدومش هم یک شفخا داد. بیلها را به کی داد؟ به راخل داد و زیلپا را به لئا. بعد وقتی راخل دیدی بچه داره نمیشه گفت بیا یعقوب بیا شفخای منو بگیر. شفخا را گرفت، بیلها را گرفت. راخل اصلا هی نداشت.
حرف ه زر میاره بچه میاره، بیلاد دو تا ه داره. اینجوری اول بیلا واسش بچه آورد، بعدش هم خودی راخل هم بچه داشت. لام چیز کرد اومد زیلپا را داد به یعقوبین. حسن رو بر این دوازه شباتیم هشت براخاشون بچه های زنه اصلی بودن، راخل و لام چهار براخا، بچه های بیلا و زیلپا بودن، شفاخود بودن. یوسف با به پدرش این بچه های لعا هی میزنن تو سرش پا خود، میگه ما به شما سریم، ما بچه های اینم هم کدبانو هستیم، شما بچه های شفقا هست. یعنی بین چی بود؟ بین برادرها دشمنی بود، نفاق بود، اینا میزن تو سر اونا. هشم چیکار کرد؟ تو میدراش میگه هشم بردشون مصر و اونجا همه شون غلام شدن، همه دوازده شباتیم، همشون یک سر شدن. و بعد که از مصر اومدن بیدن یه همه ایسیال همه فرد این هفته دیگه میشیم سر بگیم عوادی من رو لپر او دیگه کسی نمیگه من بچه لعا هستم بچه، نه همه مون عوادی بودیم، همه مون اونجا غلام بودیم. چی تو میدراش میگه هشم میخواست بین ایسرائیلا یک دستگی باشه، وحدت باشه، اینکه من به تو سرم تو من، اینطوری نیست، باید بین اسرائیل وحدت باشه، یگانگی باشه. That was the purpose که اسرائیل با برادر کشی رفتن به مصر. تمام جریان یوسف وقتی اومدن بیرون they were united، وقتی از مصر اومدن بیرون it was unity. تا مهران میگه واسه همینم یکی چی میگه باید قربان پسخا حلاخاش چیه چونی باید بخورن؟ کباب سری اش الان نداریم، قربان پسخ تو بیتا مدر ساخته بشه. کرد ها میدونین شب پسخ کباب میخورن، ولی تو حلاخا ماده که نخورن که مردم فکر نکنن الان قربان پسخ داریم. ولی چرا باید قربان پسخ؟ مهران میگه چون گوشت وقتی مثلا آب گوش میکنی میپذیش خور منبس چیز میشه باز میشه، ولی تلی شرینک میکنه یکی میشه. یعنی خود قربان پسخ مظهر چیه؟ اتحاده، همبستگی. This is the message of Pesach. Message of Pesach اینست که باید بین ایسیون باید یونیتی باشه، باید اتحاد باشه. ما همه یکی هستیم، همه یکی هستیم. بارو خشم که این کمپین انتخابات تموم شد، چون باید بین ایسیون تو طبیعتشون بین هیچ کس گینر نداری. اسرائیل میدونی این هیچوقت همدیگه رو قبول ندارن. ولی نگاه کنید تو اسرائیل 40 تا حزب they were running for power for the election. 40 تا حزب هر اسرائیلی میگم I could do better. چرا باروخ هشم 1000 تا کلیسا دیگه هم زیاد بشه. چقدر کلیسا هست، نه فقط ایرانی، اشکنازی ها هم چقدر کلیسا زیاده. بینی لحفظی بینی بینی گویما اینا رو نداره، یه کلیسا میکنه تمام شده رفت، یه مسجد تمام شده رفت. اینجا نگاه بکنیم و بارو خشم چرا بینی سلام من یه همگیر قبول نداریم، این از مثل شباتی ما همگیر قبول نداریم. I could do better. نه تو چیز تو مذهب قبول داریم، نه تو پالیتیکس قبول داریم. چجوری آمریکا با این عظمتش دو تا حزب بیشتر نداره؟ اسرائیل 40 تا حزب، I mean this is 40 parties. چرا الان گلدان میر دفعه بهتون گفتم، به نیکسون گفته بود Your Honor President Nixon, you are president over 300 American citizens. I'm prime minister over 3 million prime ministers. هر اسرائیلی prime minister. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ این هم فلسفه ده اورخیم قدوش میگه چرا بین اسرائیل ها میدونه انقدر این چیزا زیاده؟ رقابت، حسادت، بکستابینگ. یه ببین اورخیم قدوش میگه اگه مثلا یه خورده سرکه بذاری بیرون در، یه خورده عسل بذاری، حشره ها کجا میرن؟ رو عسله میرن. حشره ها میرن رو اصله.
یه نشامایی صورت خیلی اینقدر گوشاش بالاست که تمام این کلیپوت و اینا میان بهش بچسبن. This is a method. میگم نگاه کنین جدی میگم. یه نفر من گفت چرا این کلیسا دیگه باز کرد؟ ما اینجوری هست. اسرائیل میگن یه اسرائیل پیدا میکنن روی جزیره میگن تنها سه تا کلیسا هست. میگن تو چی واسه سه تا؟ میگه که مال بابام. من بابام پیره نمیرم. به یکی که با این هم دعوا کردم یه کلیسا هم بخوام برم. سه تا لازم داری اسرائیل. To politics. Why do you have to do that? ببینیم هر کسی بود این بود مادر زنش دعواش میشه یه حزب درست میکنه هر کسی because everybody هر اسرائیلی is a benemelachi prime minister I could do better هم دیگه رو قبول نده and this is our challenge so میگه که چی right مثل این چی میکنه میگه که میدراش میگه بردشون تو مصر اینجا دیگه همه تو غلامید دیگه این چیز من از اون بهتره we are all one همه یکی هست and this is a challenge then the challenge پسخ هم دقیقا اینه در عهد اسرائیل آدم باید این عهد اسرائیل میسازم باید جدن هر عریضت میگه قصد تفیل رو شروع میکنی میگه باید چه میگه هر اینی اوهب من دوست دارم هر اسرائیل یک نفشی و مادی اگه میتوانی نگی نمیتوانی تفیل رو بخونی من هر اسرائیلی عاشق هر اسرائیلی هستم هر اسرائیلی یه خود از نشامای من تو وجود اینه به قول رابی موشه کردوبه رو میگه دیگه رابی موشه کردوبه رو تو تومر دوباره میگه شعر میگه وقتی به هفته رخ کاموخا یعنی چی؟ میگه هر اسرائیلی تو نشاماش جرقه همه نشامای اسرائیلی دنیا تو نشاماش هست مثلا میبین اسرائیل احساس میکنه الان باید این باید اینا and this is a challenge this is a very big challenge واسه این على انتخابات ولی باروخ هشم ایتس اوور من خیلی میترسیدم من باش تفیلا بخونیم جو هر شبات تفیلا بخونیم که اینا همدیگه تیکی پاره میکنن دیدیم چجوری کمپین فلا و متاسفانه بخصوص غیر مذهبی ها اینا همش از آمریکا چیز میکنن هر چی تو آمریکا کاش اینا همه یاد میگرفتن که دو تا از بیشتر نباشه از آمریکا یاد میگرفتن and it's really that's the way it should be right and left مثل آمریکا یا دموکرات and یا ریپابلیکن اونجا هم همینجوری باید باشه و جدا به نظر من اگه اصلا حزبای مذهبی هم لازم نیست اگه جدا چیز میکردن این چون تو اسرائیل میدونین it's a big problem because you know تو آمریکا there is a separation of church and state. دولت چیزای مذهبی چیز نمیکنه. توی اسرائیل اینطوری نیست. توی اسرائیل اینا چه بخواد همش سیاست politics. و مذهبی هم چاره نداره. مذهبی هم اینه مثلا که چون از منافعشون نمیتونن به طریق دیگه دفاع بکنن مجبورن که حزب سیاسی داشته باشن. ولی اگه جدن سیستم عوض میشد کابود تورا میرفت بالا. به خصوص اگر دن کنست چیز میکرد تصویب میکرد که چیز نداریم نظام وظیفه اجباری نیست هر کس دلش میخواد والنتیر مثل آمریکا اگر از آمریکا چیز میکنی مثل آمریکا چیز بکن برن اونجا then you have professionals also این الان سربازه سن بچه 18-19 ساله چی سرش میشه یه مخشمامی عربا یا این حزب الله اینا همش کارشون طرف 40-50 سالش تو چیزه تفلک این بچه های کوچیک right ولی you see they don't go the Torah way متاسفانه کشور اسرائیل رو باروخ هشم گفتم خوب اینه که اون دوران نمیدونین بن گوریون و گلده میر رو اینا همشو خدمت کردن ولی امونا نداشتن بن گوریون آدم مأمنی نبود گلده میر امونا نداشت من کتابشو خوندم اینا الان دارن باروخ هشم نتانیاهو من بغلش وایساده بودم نتانیاهو اون وقت چیزم نبود اون وقت تو اپوزیشن ام کی بود تو خونه ممچه نظریه ما تورا می آوردیم تورا اینجا تو ایخاله من بغلش وایساده بودم نتانیاهو گفت ببینین من مش عکسم زیاد دارم گفت هر چی بیشتر چیز میگه من میبینم که راز بقای ما از این کتاب است he believes امونا داره
نتانیاهو هر هفته تو خونهش کلاس تورا داره. امونا he's not fully he's not observant چیز نیست، ولی امونا داره، امونا is everything. باروخشم it's all positive. اینجوری نبود. بن گوریون میدونی متاسفانه آدم معمینی نبود، امونا نداشت. یه چیزش منشیش وقتی ریتایرد شده بود رفت صده بوکر اصلا میزید شیوری اموز همش رفت تو اسرائیلی پالیتیکس، ولی مهمه بن گوریون رایت بعدن وقتی ریتایرد شده بوده الان نتانیاهو دیگه بیشتر از حتی بن گوریون هم پرایم مینیستر بوده شده. It's history. Right. بعد وقتی که ریتایرد شد، اونم پالیتیکس بود که ریتایرد شد. رفت تو صده بوکر. صده بوکر تو جنوب نزدیک بهرشه و یه چیز که چی بهش میگن؟ خبا. خب بریم یه چیز کشاورزی درست کرد. رنج. بعدن یتزخاک ناوون که بعدن پرزیدنت اسرائیل شد، گفت من داشتم باش میرفتم. یه دفعه یه سوسکی چیزی دید. گفت مگه میشه همچین چیزی؟ همینجوری داروین میگه که همین خود به خود چطور مگه میشه همچین چیزی؟ نه حتما یه آفریدگاری وجود داره. بن گوریون میگه بعد پیریش. ولی متاسفانه شاید یک لحظه چیز داشته باید شروع نمیکنه بعدش اوکی شروع کنه تفیلین بذاره و کشو تایی نگه. نه ایوازه آدم معمینی نبود. هرتسل که پای گذار زیونیزم بود آدم مذهبی نبود. بچه خودشو میلا نکرد، اصلا میخواد هم این سر رو گویم بکنه. اینا چیز نداشتن، اینا امونا نداشتن متاسفانه. اینا نداشتن. چیز داشت ژبوتینسکی که این لیکود و اینا ژبوتینسکی نه ریویژنیست بود. اونا همیشه اونا بعد خلافه. اونا بیشتر اینا چطور کمونیست بودن اون طرفی ها. مثل لیبر، من که رفتم اسرائیل، لیبر دست چپی ها مطلق کنست تحت چیز اینا الان عوض شده. از وقتی که بگین انتخاب شد خیلی that was a big revolution، چون بگین آدم معمینی بود. منخم بگین he believed. بهتون گفتم ازش نامه دارم. من از منخم بگین نامه دارم. من داشتم سال 77 من از آمریکا رفتم ایران. بعدن تو راه که داشتم میرفتم نیویورک تایمز فرانت پیجش نوشته بود که منخم بگین پرایم مینیستر، the new prime minister اسرائیل رفته بود رومانی، رفته بود تو بوکارست. بعد روز شبات پیاده با وجود که از چی بود چقدر راه رفته باشم درد میکرد، گفته بود من چیز اسرائیل هستم، من شبات رو خیلی نمیکنم. منخم بگین گفته بود 77. من بعد از تهران سش نامه فرستادم. I'm so proud of you for that. نه جواب داد. جوابش داد. گفته بود نوشته بود منخم بگین نوشته بود که حمیلیم گفت حمیلیم خمات کلمات گرم تو به من چیز اینسپایر میکنه و امضاش دارم. لامینیتش کردم. این امونا داشت. بگین امونا داشت. نتانیاهو این امونا داره. I didn't have to say that. He wasn't campaigning here. واسه چیز نمیکرد. الان دیروزم که چیز کرد گفته بودم این گفت دیروز صحبت کرده بود beautiful speech. کجا هست؟ یوتیوب؟ ها؟ can it's all over. چی گفته بود؟ اولش قبل از نمیم کدومشون اول این بنی گنز چیز کرده بود. اونم اتفاقا خوب بود. من تو گفتم بلکت کهانی میگفت اولش. ولی بعدش نتانیاهوش که چیز کرد گفت ببینین من هدفم خدمته. من به اندازه کافی میدونی کابود انقدر سال چیز بودم، ولی من باروخ هشم اینجوری گفت هشم منو گذاشته تو پوزیشنی که بتونم خدمت بکنم. گفت پدر من پروفسور نتانیاهو به من چیز داده و پدر بزرگش چیز بوده، راو بوده. گفت و اینا همه اعتقاد دارن که خداوند تو این دوره خواسته که قوم که کشور اسرائیل دولت کشور اسرائیل یه چیزی باشه که جدا کلو چشم بکنه تو دنیا. و گفت من I'm very happy that I'm part of this thing. اینا it's new. اینا نبود.
توی سوئد ببینین اینا اینو ویدن هاف دیس قبل از اینکه بگین چیز بشه نه اینا اینا همشون کافر بودن متاسفانه متاسفانه قبل از این هیچ کدومشون لوی اشکول همه کسای پرایم مینیستر که تا قبل از اینکه بگین بیاد اونا نداشتن ولی اینا اینا دارن الان هم اینا جنگ بین اموناس حالا اون حالا این بنی گانز اپرنتلی هست سامثینگ آی دیدنت نو دات آی واز وری خیلی خوشحال شدم دیشب بریکت کوهنی ما گفت اولش کیپا هم سرش نیست بدون کیپا یه برخه هشم بهش مرخه اینجوری ها دست هایی ستاره بیوتیفون رایت ایتس گود ولی اون لپید واقعی دا اون لپید اینا هم با هم دیگه که ائتلاف کردن چیشون بود که دو سال و نیم این باشه بنی گانز پرایم مینیستر باشه یک سال و نیم اون باشه مذهبی هم همشون به چیز بهشون مثل بودن We are not going ما فقط به نتانیاهو میریم الان هم حسین الان 35 تا رای گرفتن مصاحبه گرفتن الان نتانیاهو و همین بنی گانز 35 تا ولی چیزی که هست پرزیدنت میاد چیکار میکنه پرزیدنت باید به یکی از اینا بگه که برو و کابینه رو تشکیل بده حالا این چون حزبایی که چیز هستن همشون با نتانیاهو هست واسه این I'm sure که بهش میگه که بیاد تشکیل کابینه بده Anyway, it's very good development very very nice. We have to realize we live in a very very special time like this is the whole message of ببین اینجا من باور بین تمام پسخ و اینا it's talking to us الان همین دوره هست دیده اینه چی هشم داره چی میگه من بردم که مصر بین شما چی باشه اتحاد باشه همبستگی باشه مذهبی غیر مذهبی همه اینا وقتی ما صبح میگیم هر اینی اوهبت کل خواهد میسرین یس هم حتی یایی لپید هم اسرائیل و چکارش کنم انشالله هشم I am supposed to love him ولی ما تفیلا میخونم که انشالله هشم آدمش بکنم ولی the point is unity We are all one. میتونیم اختلاف عقیده داشته باشیم با هم دیگه. ولی we should not forget we are one. ما هممون we are all in the same boat. به قول رب شما بایو خواهی. گفتم این انگلیسی این از رب شما بایو خواهی. این که نوشته که میگه we are all in the same boat از کجا آمده؟ ربی شما بایو خواهی بگه برای میگه. رب شما بایو خواهی میگه مثل دو تا مثل میزنه رب شما بایو خواهی. دو تاش هم خیلی عالی. شما برای خواهم میگه ببین مثل میزنه یه عده سوار کشتی بودن بعدن یه کدومش رفت تو کابین خودش مته گرفت شروع کرد سوراخ کردن یه چیکار میکنی؟ میگه چهار دیواری اختیاری چی چهار دیواری اختیاری؟ آب بیاد تو کشتی همه ما غرق میشیم شما برای خواهم میگه ایسرائیل همه هر ایسرائیلی باید تلاموسا نگه داره چون بیار اون نسیم بود یکی که نگه نمیداره سوراخ چیز میکنه همه ما غرق میشیم This is one of my خواهی. یک رو شما برای خواهی دیگه هم هست که It's more what I'm talking about now. برای شما برای خواهی میگه که یه پادشاهی میخواست توی یک دریا قصر بسازه. چجوری؟ رفت نمیدونم چندین کشتی گرفت. کشتی های بزرگ. اینا رو دستور داد که با هم دیگه سفت ببندن. باید اومد قصر درست کرد. مادامی که این کشتی ها با هم دیگه باشن قصرش پا برجاست وقتی اینا دور بشه قصر میافت میگه اسرائیل هم همینجوری هست وقتی با هم دیگه متحد باشیم when we are all one این قصر پا برجاست ولی وقتی نفاق و دو دستگی و ایناست چه میشه؟ خدا نکرده قصره میافت This is the whole thing که این آدم مثل شب پسخ هم میگیم چی؟ چهار تا بچه ها رو میاریم سر سدر تام راشا چی داریم؟ تام داریم شنو داریم شنو خخام به راشا حتی راشا هم میاریم بهش سر میز راشا هم میاریم بهش سر میز به شاید که بیاد سر میز با آلالام که اصلا نمیخواه بیاد سر میز حتی راشا رو باید بیارن سر میز نگاه کنیم مثلا زوهر عقادوش میگه میگه زوهر عقادوش میگه پیتوم اقتورت پیتوم اقتورت میگه بلا رو رفع میکنه شدید اینم پیتوم اقتورت خوندن پیتوم اقتورت اون هفته که کسی مریض بود رفتم در اونجا واسش پیتوم اقتورت تو بیمارستان خوندن
چون زن پیتومق توره چکار میکنه؟ بلا رو رفت میره. زوهر قدوش میگه، زوهر میگه هر کس که روزی چند دفعه، دو دفعه، سه دفعه میگه، میگه دو دفعه ما سه دفعه میخونیم پیتومق توره دو بخونه، it's guaranteed که بلا ازش دوره. Do you know that? تو مگه تو رت هست اتا ورشه ملوکین و اخداسه سمانی تو تفیلر آیا تو قربانات؟ بله. حالا بعضی رو پوست می نیسن از رو پوست می خونم مثل پرناساس، بله همجوری هم بخونین ایتس اینو. واسه ما صبح دو دفعه بخونیم سر میخوام بخونیم و زور هم دوش چند جان What is about تو مگه تو رت که اینقدر همچین خواصی داره که بلا رو دور بکنه؟ تو توره هم میبینیم وقتی مگیفا تو ایسرائیل افتاده بود بعد از جریان قرخ چیکار کرد؟ اومد اینو پیمخواست اومد چیز کرد تو قطوره تا برد و تاثر هم مگیفا مگیفا بلای بد در زمان داوید الملک هم the same thing. چه سری؟ الان این همش قبله هست ولی چه چیزی توش داره؟ زوهر میگه کلمه قطورت از قشر قشر یعنی میدونیم وصل کردن رنگ اتحاد تو بیتون قطورت یکی از انگریدنتی هاش میدونیم چیز خیلی بدبو و بدمزه است ولی اگه این نباشه چیز نمیشه بیتون قطورت قبول نیست یعنی اون خلبنا سمبول چیه؟ اسرائیلی که میدونین هیچی نداره نه داتی داره نه دین هیچی نداره اونم باید باشه اتحاد هم بستگی سر لولاف چیه؟ the same thing. لولاف میدونین چهار تا چیز داره. اتروق داریم، مرد داریم، لولاف داریم و بید. هر کدوم از اینا سمبول یک دسته دیگه از اسرائیل هست. اتروق سمبول چیه؟ یکی زیاده که هم تورا داره و هم میتسفوت داره. هم خوشبو هم خوردنیم. چیز مثلا مرد خوشبوه ولی میوه نداره. چیز شاخه درخت خرما میوه داره ولی خوشبو نیست. سمبول اسرائیل مختلفه. بید نه این داره نه اون. اگر بید نباشه نمیشه برخا گفت. اگر بید نباشه نمیشه برخا گفت. یعنی شما توی یونیتی. وانس. Don't ever forget ما همه یکی هستیم. We're all the same boat. مذهبی، غیر مذهبی. سفید، نمیگن این سفیده، چیه؟ شیرازی ها میگن سفیده اشکنازی، سفارادی، این همه چیز اسرائیل باشه؟ یکی من هم بگم بگم، کارتو بنداز بالا میگه دونم دخترم داری پسر، چونش کاری داره؟ اسرائیل، مادرش اسرائیل هست؟ آره، تموم شده رفت تموم شده رفت حالا بعضی شهرستانی هم هست، من اینجوری نباشه، این شهرستان نباشه، اون شهرستان نباشه، این هم هست سینتخین همه، این هم هست. Anyway, so, okay, سوالی هم از پسخ اگه داریم بکنیم بریم؟ هلخا پسخ. ما؟ هلخا پسخی، هلخا همه تو بهتر از من بلدین، سوالی داریم؟ یکی دیگه. ها؟ مهمتره. هلخایی که مهمه. جدن همه رو بلدین چجوری کاشه رو بکنین حقاله که نکنین تا جا که میتونین چجوری مثلا مثل موعد ظرف های جدا داشته چون حقاله سخت حقاش آیا بود دعانی تنها چیزی که من حقاله میکنم فقط چیز جرم قیدوش و ایناست رایت جرم قیدوش و اینا اون خیلی راحت میشه حقالهاش کرد رایت اون فقط خود آب جوش برید تمیزش بکنین آب جوش رو برزین روش قاشق چنگانه اینا هم راحت چون ها فقط آره نه چون ببینید چیزی که بستگی داره که خامس چجوری رفته توش اگه مثلا دیگا خیلی سخته بخوام اولا بکنم سیخ کبابو که اصلا نمیشه اولا کرد چون اینا ببینید بدون هر بدون مایعات چیز میشه سو بیسیکلی شما حوالا میکنین چیزی سیخ کبابو میشه ها دیگه استیل ها سیخ کباب ها واسه این باید مهدی بگردیم چون چیز کنن سیخ کباب چون مثلا خیلی وقتا توش چیز خامت آرد نون اینو میذارن وقتی با اون میدونیم بدون مایعات جذب شده فقط بلوتورچ علاجش همینطور هم پنز اینو مثلا بیکینگ پنز اینا رو نمیشه مهدیش کنیم ولی چیز دیگر میشه ها؟ فکر
سلف کلینینگ دارین یا نه؟ اگه سلف کلینینگ دارین یک سایکل سلف کلینینگ کاشف بسخش، اگر نه باید با ایزی آف یه دفعه یا دو دفعه خوب تمیزش بکنین که چقدر سپاتلس باشه، بعدش 24 ساعت استفاده نکنین، بعد بذارین یک ساعت در بالاترین درجه حرارت روشن باشه. اینجوری آبرد وقتی این کار میکنین پنجره هم بذارین توش، چون الکتریک چیزتون یا گاز؟ خب the same thing از ذره چیزش کردن، منطقه پنجره شده میتونی، اگه مثلا گاز باشه وقتی میخواییم این کاشو بسخن کنیم اونم رو باید بذارین توش، اگه چیز باشه، اگه برقیه چیزتون اونا، اون هم خوب تمیزش بکنیم، بذارین بالاترین درجه حرارت یه رو روشن باشه کافیه. یه رو نیم ساعت کافیه. یس؟ نقره یکی شیرینی مثلا گذاشتیم، شیرینی که گرم نبود. نه 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 چیز تمیزش کنیم، آره بشورین، باب گرم بشورین کافیه. حالا چیزا مثلا جومش شرابا که گوش میگن اونه بهتره که آب جوش بریزیم روش، رایت؟ اونو با آب جوش بریزیم روش، چون بعضی وقتی مثلا ممکنه سر میز میدونین خلای خامت و اینا باشه سر کار داشته، ولی ریلی اونم همیشه سرده. معمولا ممکنه که مثلا وقتی داشتن میشستنش خامت گرم باشه چیز کرده باشه، مثلا بهتره که آب جوش بریزن روش. That's it. دیگه چی؟ حقالا کردن؟ کانترتون هم یا اگه کانترتون چیزه، اگه سنگی باشه، گرانیت باشه، اگه فویل میزنیم، بله فویل میزنیم، یا باید دابل فویل بزنیم، باید خوب تمیزش بکنیم، دابل فویل بزنیم، هیوی دودی، الومینوم، یا ولی اگه یک دست باشه، یه سنگ، که سنگ باشه، آب جوش هم بریزیم، میشه اقلاش کرد، میشه خوب تمیزش کرد، باید آب جوش خوب بریزیم. ما کاری که میکنیم رو کابینت ها از این چیزای سفره‌های نایلونی یک بار مصرف قشنگ کاور می‌کنیم که آب داغونش نکنه، and then you just pour boiling water all over the counter. یا میتونین فویل بزنید، دابل فویل. سینک هم که می‌دونیم اگه چیز باشه استینلس باشه میشه حوالاش کرد، اگه استینلس استیل نیست باید کاورش کنید. آب جوش رو بگیریم روش. آره ببینید چیز بعد اینو سینک باید اونم ازش استفاده گر، اول خوب تمیزش بکنیم خوب خوب، بعدش بهتره که 24 ساعت استفاده نکنیم ازش گر. بعدن باید قشنگ با بتونیم با کتری معمولی یا کتری موعدی آب جوش بیاریم و بریزیم تمام جو، بعضی وقت شاید بیشتر از یک کتری هم باید مصرف کرد، باید مکشور کنیم که آب مستقیما تا کتری از رو آتش برداشتیم آب جوش به تمام نقاطش بخوره، رو شیرش رو نم بخوره، شیرش هم رو بعد موعدی. اوکی؟ همه بلدیم دیگه. یکم قدرت داشته باشن که بخوابن که در آخر این اگر داشتید به صحب و رایت، دفنیتلی. واسه این بهتره که جدن قبل از شبات، من فکر کنم ما خانمی میخواد امروز فردا شب، خب ما بگیم بچه کوچیک نداریم، بچه کوچیک ها موش خیلی مسئله است، خامت ها همه جا میبرن. Yes. شب دوم، برای شب دوم که مرسو شب بوده، خب ما غذا کیا از قبل یا که right. از شب بوده میزو چی؟ میتونی میزو بچینی؟ بعد از که هوا تاریک بشه میتونی، قبل از که هوا تاریک بشه، یعنی شبات وقتی هنوز هوا روشنه نمیتونی بچینی، یعنی مرسو شب اخانه نمیشه خب. شبات ببینی نگاه کنی مثلا شقی ها اصلا probably شقی ها نه به این دیری نیست که سانست که ببینید 20 دقیقه بعد از سانست میتونه نگاه کنید 20 دقیقه بعد از، یا بخواییم مخمیرتر بشه نیم ساعت بعد از سانست میتونید، آره میشه مثلا میزه چی؟ ولی قبلش نست قبلش مثلا قبلش هخانه میشه، این کبود شبات نیست که ما بگیم شبات شبات بکنیم چی؟ مثلا روزه بگو به جمعه میزه چی دین برای شب دوم؟ برای شب دوم شبات نیستم نه مسئله نیست شو؟ موضوع اینه که شبات نمیتونه آدم پریپیر بکنه قبلش بکنیش مسئله نیست بعد شب اول جای دیگه دعوتی شب اول خونه مثلا مامانم اوکی گود آره شور دفنیتلی
دفنت جمعه همه کار میتونیم بکنیم. رفت دیگه چی؟ خامساتون رو بفروشین حتما. من باید بفروشم. بله؟ من باید بفروشم. نه زنم میتونه. زنم میتونه. آره تو کلیسا شو. حالا فقط خامسای خودتون رو نفروشین. خامسای دوستاتون و اینا هم که بفروشین. ازشون بگین بهتر بشون یه حد بشون هم نگین میتونیم بفروشیم به شرطی که خامس نمیخورن تو موعد. کسی که خامس میخوره تو موعد خامس نمیشه خامسشو فروخت. ولی کسی که بلیوز که میدونی که جدن فقط مثلا خامس نمیخوره حتی دیابتن هم میتونیم خامسشو بفروشیم. مثلا من الان به نفر صحبت کردم پریروز اصلا تو بکن چرا که نه گفتم من میخوام بعد از موعد بیام من خونه تو ویسکی میخورم اگه ویسکی مال تو باشه ویسکی خامسه من نمیتونم بخورم. گفت ها بکنه. گفتم پس من اسم گفت اوکی اصلا تکست کرده قشنگ بهتره بهش بگی. ولی حتی بهش هم نگین دو مرتبه به شرطی که طرف جدن میدونی که موعد رعایت میکنه خامس نمیخوره میتونید وقتی خامس خودتون میفروشه خامس اونم بفروشید. اسمشو باید بنویسین؟ yes, یس اسم و آدرس. میتونیم ببینیم میتونیم اگه نمیتونیم بپرسین اجازه اگه نمیتونیم بپرسین بفروشین ولی بعدش اگه بخواییم مثلا تو خونش بخوریم به این بستگی داره که believes or not if they don't اگه رعایت نکنن بیفایده است. اگه رعایت نمیرم که بکنم ولی میخوام مثلا واسش بفروشم بهترین کاری که باش زنگ میزنیم بهش بگیم چون فلانی I love you و بشن بگیم ببینیم بشه این خخامین گفتن خامتی که تورا میفرماید صریحا لو یرائل خخامت نه تورا میگه a Jew cannot own خامت during پسخ یا باید خامتشون رو براخا بکنن قبلش باید بفروشن نمیخواد بفروشه بگه I don't believe it خب پس براخاش کن هرچی ویسکی داری همه اینا رو براخا کن نه رای ولی بهشون بگیم اینا به تورا که اعتقاد دارن تو توران نوشته لو یرائل لخا خامت you cannot own any خامت یا یا you don't believe in it خب براخش بکن شاید مثلا دست دستش شو نیست که بخوام بفروشم من حاضرم این کار رو واسه دو سه تا خانواده بکنم ولی خب رو نمیشه که بگم حالی شما خامت میخورید نه بهشون بگین نه بهشون بگین که شما بهشون اینا رو باید بهشون عرض کردم اگر طرف شاید رعایت نمی کنه ازش بپرسه اگه بپرسه میگه بفروش then it's okay ولی اگه ناشناس میخواییم بفروشین اون وقت بستگی داره که طرف رعایت میکنه نه ولی اگه طرف consent رو کنیم ازش بفروشین that's a very good sign that he believes in it so then you could do it خیلی راحت رو همون فرمه میتونید ولی آدرس هم باید بزنید اسم باید برگه جدا باشیم نه نه روی ورقه میتونین هزار تا اسم بزنید اینو همه رو اضافه بکنید. توی یه ورق اسم همه رو بذارید. شور اسم و آدرس. اسم و آدرس رو بذارید. It's good enough. و باز مجدداً این ایرانی ها مینهاگ خامس خوری دارن که شب آخر موعد که چی خامس بخورن. Right? And it's good مینهاگ. ها؟ شبستان همیشه دواره منتها آسوره که ببینید کسی که روز دوم موعد میره خرید میکنه به جز این که خرید کردن روز موعد آسوره داره عبرا میکنه حالا این رفته چیکار کرده؟ رفته خامس خریده حالا پس این خامسه تو موعد متعلق به کی بوده؟ به اسرائیل بوده نمیتونم بخورنش متوجه میشین؟ اینجا دو تا عبراست کسی که روز آخر موعد میره خرید میکنه اولا عبرا کرد که رفته خرید کرده روز موعد و شبات فرق نمیکنه آسوره بعدش رفته خریدی الان این خامسه روز آخر موعد متعلق به اسرائیل بود الان گفتیم تورا گفته لویرا این خامسه رو نمیتونه استفاده بکنه نمیتونه مردم آبون کار میکنه بعضی اصلا میدونین خیلی هم از دست عروساشون و دوماداشون ناراحت میشن که دعوتش کردم خامس خوری نخورد کنه دو قرتون میشون باقیه بخوری خمیت کاری که کاری نداره میخوام خمیت بخورن همه چی نونه رو تا موعد براخه شد
برم رفت نون بخر بیارم. نبای همه مهمونهای مفصل میگیرن چندین آدم و عروس و داماد. خب حتما باید نون لواش باشه. ها؟ که چگاه میکنن؟ It takes همه اینا همه جا رفت مال گویماست. هم میتونی بره فرش بره از رفت بخره بیاره خونه. بزن کچه چی بود که من بود که بره خامشه بره شب بود. کاملزی بگیرم. اینه که اصلا بگیرم. کاملزی گرفتن نداره دیگه. آفرین. ببینیم میخوام مهمونی بگیرم. فکر کنم نمی کنم. مثلا این کیدرینگ های گلدکاشه مهمونی کاملزی چیز نمی کنم. نه نمی گیرم. نه بستن. نه. اصلا شبا که. امسال میشه شبه یه شبه. نه یک شبه میشه. رایت. امسال شبه میشه. من میگم بوده. من ها شموله. فرق نمی کنه. You're right. اگه میخواد چیز کنن اینو چیز نگیرن. کیدرینگ نباید. کیدرینگ نگیرن. و بعدش هم برن همه چیزهای دیگر میتونن داشته باشن. دیروی نمیگیرن معمولا. نونش ها آخرین لحظه وقتی تا تو مهمونا بیان میرن نون از فروشگاه میگیرن میارن. What's a big deal? Anyway, inshallah, hametun, chag kasher v'sameach.